سلام، خسته نباشین محصلین گرامی و ارجمند. باز هم یک لکچر است بعدی قرار است ما شما ارائه کنیم و انشالله نظر به درس های گذشته که درباره اتوپسی و امثال شما معلومات داشتیم، حالا سر یک فصل دیگه از تبدیلی است که سر از ما شما بحث میکنیم. اینجا دکتر سیباب سر مرکا بیشتر بحثشان صورت گرفته که مرکا به کدام نوه است، چطور فوت میشه یک شخص، دلیل فوت چی بوده، اگر ایره به تبدیلی راجع به سازن کدام موضوع در از چی دریافت میگرده. دکتر صاحب در مرک های آنی را میگه مرک های غیر جبری است که معمولا به صورت سری و سیر یا مخفی و سیر میتونه که چی است، صورتش غیر قابل کنترل و باعث مرگ در نزد اشخاص یا نزد افراد شود. که اینجا دکتر صاحب مرک ها را باز هم بر ما پیشنهاد میکنن که معمولا مرک های که اگر سر سریع و سیر و مخفی و سیر که میگیم مشخصاتش هم بر ما پیشنهاد کردن که به کدام مشخصات یا ایجاد میشن که اینجا بر ما سه موضوع اساسی را بر ما پیشنهاد میکنن. ببخشید یکی خود دکتر سیوا یکیش رب میگیره به سری و سیر بودن یا مخفی و سیر بودن که دفتن در نزد یک شخص به وجود میاد و باعث مرگش میشه، یا احتمال میره که چند دقیقه و چند ساعت دوام کنه در نزد از یک شخص، یا میتونن که عوامل خارجی هیچ نقشی نداشته باشه، میتونه که عوامل داخلی داشته باشه. مثلا ما یک مثال داده میتونیم که اگر یک شخص است آنن یک دفعه کدام مشکل میداشته باشه یا جبری یا غیر جبری دفتن باعث فوتش میشه، ولی احتمال میره که نمی شخص دکتر سبا در خانه کس اشخاص یا قاربش باشه یا امثالش، ادعای حق ناحق میتونه اینجا باعث ازی شوه که دلیل مرگ ازی چی بوده. باز میدن تبدلی وضعیت چک کرده دیده بعدش تصمیم بگیرن که آیا به فوت به اصطلاح به مرگ خودش بوده یا عوامل مختلف اینجا رول داشته که باعث مرگزی شده، که بسیار مهم می باشه. نهادهای قضایی بیشتر سر چه فوکسشان بوده تبدلی همچنان که احیانا میشه چیز داده نداشته برشان چیز توصیه نشده باشه، یا میشه از باعث کمبود اکسیژن باعث فوت شده باشه، کس خفه کرده باشه، چیز رو در دهانش گذاشته باشه، همه گزی رو باید بررسی شد. ولی چند موضوع اساسی را که برای ما گفت اینی عواملی هستن که در مرک های غیر جبری مرک های آنی هستن دلالش میتونه باشه. خب زمانی که دکتر سبه در تبدلی میره یک شخص یا اونمو میتی کنجست یا جسدی که است، تبدلی سر از او چک میکنه، از لحاظ امروز هم صاحب چک بررسی میشه و دلیل معسق اونجا تبدلی برای نهادهای قضایی پیشنهاد میکنن که اینجا یکی از مسئولیت های بسیار مهم خود تبدلی میباشه که معاینات باید به صورت درست انجام شود تا باشه که مشکلات برای جانبین اتفاق نفته که باعث دگرگونی نشه. پس میتونه که در صورتی که وقتی که معاینات انجام میشه یکی از دلایل اساسیش برد مرگ های جبری است که یعنی قصدن کشته نشده، یعنی قصدن به قتل نرسته، اتفاقا عوامل اینجا رول داشته که باعث مرگ شده. میتونه تثبیت مرگ های پاتولوژیک باشه که دکتر سیبا در مرگ های پاتولوژیک ما میتونیم که مثال های زیاد داشته باشیم که یک آدم مشکلات می داشته باشه، اتروسکلروز برش میشه مشکل داشته باشه، تکلیف قلبی داشته باشه یا کدام تومور مغزی داشته باشه یا امثال از این مشکلات بوده که از باعث از اونمو ناحیه رنج می برده قبلا، یا مثلا مشکلات داشته که اونمو باعث شده سبب ساز از این بوده که باعث مرگش یا فوت هم یادم شده، یا همگیش دکتر سیبا رب میگیره بعد تبدلی که اونجا به صورت درست یار تشخیص میکنن و بعد از این معاینات میره به طرف سارنوالی یا اونمو احکام قضایی کسته مربوط از وا میشن. اگر دکتر سیبا در تاثیرات عامل خارجی بازی یا دکتر سیبا هم اگر کدام نشانه یا مثلا کدام مشکل یا کدام ضرب و شتی که در جلدشان یافت میشه که یا همگیش بررسی میشه که در معاینات ما قبلا سرش بس کرده بودیم که کاملا وقتی که یکی جسد یا مید به تبدلی مخمل میشه اونجا از شست یا از فرق سر تا شست پای در مجموعه همگی چک میشه، لباسش، قسمت های ضرب خوردگی یا قسمت های داغایی که در وجودش می داشته باشه، لکه های میتی یا افسارش هرچی که می باشن، یا همگیش بررسی میشه، بعدش یا به ارگان های داخلی مراجعه کرده و اوجا را هم چکاپ میکنن. بنابراین لحاظ اگر قرار باشه ما یک اتوپسی داشته باشیم، یک میت شق میکنیم و
مثلا ما چک میکنیم که کجاش مشکل داشته، دلیل چی بوده، که درباره شق هم ما معلومات داده بودیم کتب سیا به کدام شکل انجام میشه، در افغانستان کدام شکلش بود. بعد از این اونمو اگر قرار باشه که مایده داشته باشیم که در خانه شخصی بوده چیز برش داده، اونمو مقدار از موادی که در میدیش هست یا کاملا گرفته میشه مقدار از او و او چک میشه. دیگه وجود دیپارتمنت های وجود میداشته باشه، دیپارتمنت پاتولوژیک هست که دیگه دیپارتمنت خود سایکولوژی ببخشید دیپارتمنت خود زهرشناسی و توکسیکولوژی برش میگیم که او در اوجه رفته، همه از او چک و بررسی میشه، بعدش دیده میشه که آیا دایی چیزی انداخته شده یا خیر. که در اوجه به نظرم ما یک زمان یادم میاد که ما میرفتیم به تبدلی از پنتون تب کابل، اونجا ما را میبرد بر ما اونجا نشان میداد که یک قفسچه موش ها را نگه کرده بودن و یک جاش خرگوش ها بود که مثلا اشخاص که در اونجا مخبل میشه یا میت که اونجا میبرن باز اول بر از وا داده میشه که سر ارگان های از وا تحصیل داره خیر و غیر از لابراتوری بسیار مجهز است در اونجا که همه گزی چک میشه. که خب موضوع از دکتر سیبا که میشه یک شخص که نظر به مشکلاتی که فوت شده او خود دیده میشه که اینجا ضربه خورده یعنی مشکلات بوده باعث مرگ شه، که مرگ های مبهم است که درست تشخیص کرده نمیشه، یا مثلا این مرگ هایی است که غیر جبری است در خانه شخص فوت شده ولی شخص دیگه میتونه که از اقاربش باشه ادعا کنه که در خانه از یار رفت بچه من فوت کرد یا شوهر من یا مثال شرچ کس پدر. بعدش یه دوره چک میشه که آیا مقصر کی است، میشه که شخص خودش کدام مشکل داشته باشه، مثلا مشکل قلبی است، شکر است، یا با هایپرتنشن فشار است، یا هر چی کس از باعث از وام میتونن که باعث فوت شود. دکتر سیبا که بازیار هم این شرط بدلی مرتبن به اونمو بخش قضایی کست ارسال میکنه بعدش که معلوم شوه که از باعث چی فوت کردن. دیگه اسناد های تی بی یا که مربوط به خود مایت میشه اونمو چکاپ میشه، مثلا سندش باید تشخیص شوه که چند ساله بوده باعث فوت شده، مسلکش چی بوده، کجاها کار میکرده، یادم وظیفه یا شغل کاری چی بوده، شرایط کاری چی میشه. میشه که در یک شرکت باشه کاملا در اوج دود است، یا شرکت هایی هستن که همیش موادای وجود می داشته باشه که بالیستم تنفسش مشکل ایجاد کرده و باعث از این میشه که اون سبب مرگ شده باشه، یا مثلا پیشتر هم ما سر از این بس کردیم که میشه یادم کدام مرض گذشته یا سابقه داشته باشه که باعث فوت شده باشه، یا همگیش چکاپ میشه که قبلا کدام دوسیه می داشته باشه، یا امثالش میتونه که یا دکتر سیبا اعتیاد داشته باشن با هر چی کست از دخانیات میتونه باشه، یا امسال شرچی بوده او میتونن سبب مرگ شوه. که در مجموع همه ازیاد دکتر صاحب هیچ وقت از پیش تبدلی خطا نمیره و همه گیزه چکپ میشه و جا کامره هایی هستن که هیچ وقت نمیشه که ما بگیم اسناد تغییر بتن یا بالا یک دکتر تبدلی فشار از طرف مقامات بیرون آورده شوه غیر مستقیم. ای آیج اصلا قابل قبول نیست و ای کارج وقت نمی کنن، چرا که در هر منطقه او اتاقهایی که یا کاملا چکپ میشه و مربوط هر دکتری که میشه اوجا همگیش مجهز با کامرای مخفی است، خود از وامی با من که ایچ وقتی چه کدام خلاف را انجام داده نمی دانم. خب معمولا به خاطر موضوعاتی که در اکسای یک فوت صورت گرفته عواملش یا دلایلی که باعث مرگ شده کاملا یا چک میشه که فشارهای روحی بالاش تاثیر کرده باشه یا کسی بالاش فشار آورده باشه، یا میشه از لحاظ فیزیکی کدام صدمی باشه، یا اعضای جوی است میتونه که تاثیرات داشته باشه و باعث فوت شده باشه، یا مثلا دکتر سیبا خود واین یا شراب کسته بیشتر سبب مرگ شده میتونه و مقدار از یا بردوز بشه و یا شخص بیش از حد که میگیره یا میتونه که سبب مرگ شوه. یعنی چی میگن؟ ایده شرایط فعلی افغانستان بیشتر موضوعات بوده، چرا که شراب بیش از حد میتونه باعث مرگ شه و خصوصا در افغانستان هیچ چیز درست نیست. تا اینمی موضوعات یک آدم که نان خوردن خود نمیافه در همشون مسائل که اگر دست میزنه، یا میتونن که در مجموع نمیگه میگیدیشان خود شراب هم میتونن که باعث مرگ شه و بیش از اووردوز بشه. خب در تبدلی دکتر صاحب میتونن که غیر از اینکه مرگ یانی هست امراض مترقبه که تشدید ساخته باعث مرگ شده، ایره هم نظر به سن و سالش باید ما متوجه باشیم و ایره هم میفهمیم که اینجا میتونه بیشتر سر اشخاص تاکید شده که کسایی که سنشان بزرگ است مسن هستن نزد از او امروز بیشتر چی است تهدید کننده است، مثلا در شرایط کرونایی ما متوجه هستیم که تا اجازه نمیتن کسایی که سنش بزرگ است بیرون یا خارج از خانه برن، کسایی که مثلا قبلا مشکلات قلبی و وایی داشته که اگه بدون برشان مشکل ایجاد میکنه، چرا اتیروسکلروز خودش
شرایینشون دچار آفت باشه، فرد فشار خون داشته باشن که سرشان فشار وارد میکنه که متوجه نمیشن، یا از نمکیات یا روغنیات یا امثال از یا فشارهای استرسای روحی هم باعث تشدید کننده موضوعات بودن. دیگه امراض خود اندوکراین استرد و غیر از اون میتونن که مشکلات باشه که حتی خودشان موضوع را درست درک نکنن، میشه مایکاردایتس داشته باشن. دیگه سوید شکلات اولادی رو پیشنهاد کردن که قبلا نمیم تو بوده، از طفولیت از بعد پیدایش وفات روماتیک است نزدشان، که یا میتونه سبب چی گفته اونمو مشکلات در چای قلبی رو ایجاد کنه ازشان. دکتر صاحب امراض چی میگیم براش؟ امراض زمینه‌ای میگیم که نظر به اینکه باعث فوت شده این مشکلات هم داشته، میتونه که دلایل اساسیش یا باشه که باعث فوت یک شخص میشه، یا نزد اطفال هم این موضوع بسیار مهم بوده که میتونه نمونیا که طرق تنفسیانه دچار مشکل ایجاد کنه، یا اونمو نفستنگی ها، یا اونمو صرفایی که یا هم میتونه باعث مشکل ایجاد کنه که پرانشرایت ها رفتاد تشتاد فیصد گفته که یا مشکلات در خود داخل ریه ها میداشته باشن، یا مثلا دکتر سیبا گاه گاه میتونن که یک شخص در وقت شیر دادن طفلکش زیر سینیش میشه، متوجه نمیشه، اونم باعث فوتش میشه. چرا؟ او طفل است در وقت برست، در وقت که میگیره میتونه والدین متوجه نشه، اونمو صدیه خودش برای بینیاش یا طرق تنفسیش تاثیر وارد کنه و باعث فوت شه و اصلا مادر متوجه نبوده و خوابش میبره. یا این شکل میتونن که بالای پرستارا هم مشکلات ایجاد شده، یا قصدن شده یا اتفاقا غیر قصدی بوده. این اتفاقات میتونه که همیشه در شرایط وارد شده و بعد شیاره کل بخواه و در مجموع تبدلی میتونه تشخیص کنه که دلیل فوت از چی بوده. خب امراضی که گفته سرعت مرگ در نزد اشخاص بیشتر تسری میبخشه، ایج امراض قلبی است که قبلا هم گفتیم یا همیش باعث فوت شده. دیگه فرد فشار خون نزد زیاد بوده، دیگه روماتیزم قلبی است، مشکلات خود قلبی روماتید است، ترومبوفلیبیت از دکتر صاحب و امراض خود طرق تنفسی است که در شرایط فعلی بیش از حد تاثیر گذار بوده، تومورهایش، استما، دیگه امراض عصب مرکزی که اگه آدم مشکلات می داشته باشه مثلا سرعه که اصلا متوجه خود نیست افتادن است، یا عدم مراقبت از شخصی که دچار مشکلات دماغی می باشه میتونه که برش مشکل ساز شود دکتر صاحب، یا خونریزی های دماغ پیشنهاد کردن، امراض انتونی که منتن می سازه، یا باعث فوت یک شخص میتونه شود، امراض جهاز هضمی، یا حالت آلرژیک است که یک دفعه در نتیجه یک حالت غیر نرمال پیش میه و این میتونه باعث فوت شود، تا که به کلینیک یا شفاخانه مراجعه میکنم میتونه باعث فوت شود. دیگه غیر از دکتر صاحب فاکتورهای مساعد کننده مرک های آنی را گفته که دلایلش چی بوده دکتر صاحب؟ یک خواه فشارهای فیزیکی از دکتر صاحب، مثلا در فشارهای فیزیکی ما میگیم که عکس العمل های غیر مترقب است دکتر صاحب، که اینجا پیشنهاد میشه که چی است و نمو خود موضوع چی است، دویدن است یا بالاشتن است، تپه است یا امثالش، که اینجا قلب نمیتونه اونمو گنجایش که نداره، فشار بیش از حد بالای قلب وارد میشه، اونو میتونن که باعث فوت شوه. اینجا برام باز پیشنهاد میکنه، میگه قلب سالم 4 یا 5 لیتر به 20 تا 25 35 لیتر در حالت دویدن یا بالاشتن میتونن که، یعنی در حالت در نزد یک شخص سالم میتونن که به قدر پیش برنی پمپ که میکنن، ولی در نزد ورزشکاران این از زیادتر میسته. چرا؟ و همیش ورزش میکنن در نزد از با 35 و 40 میرسانه، اما کسایی که عدم کفایه داره دویده نمیتونه، کسایی که مشکلات قلبی دارن که به دوام نفس تنگی یا نفسشان گرفته میشه، یکی از دلایل میتونه که باعث فوت در نزد از یه اشخاص شون کنه، عدم کفایه کورنر میتونه باعث فوتشان مفته شود. یا مثلا دکتر صاحب موضوعات روانی است که فشارهای روحی منفی نزد یک شخص، خصوصا در یه آخر یک آدم که زیاد متلقین میکنیم به یک موضوع بیشتر احساساتی میشه و میتونه باعث فوت شد شود، که را هم پیشنهاد کردن که یک وقت نفهم یک موضوع بود، گفته بودن که کسی میلیونر شده بود یا هم تو در بانک ها سابقه موضوعات بود، از خوشی زیاد باعث فوت شده بود. این شکل یا هم میتونن که اون متاثرات از دستی وارد کنن که فشار خونشان دچار مشکلی، یا مثلا تاثیرات شکمانند پیشنهاد کرده ایجا. کسایی که الکل زیاد میشن، یعنی در 50 و 60 گرم پیشنهاد کردن که یا میتونن باعث شود فوت در نزد از یه اشخاص شود، چرا که یا نمیتونن تحمل کنن. خب
تاثیرات خود اتروسکلروز که چی هستن؟ هم تقبض شکل نسیسی ها ایجاد میکنن، کلسترول خون، کسایی که چربی خون میداشته باشن، فشار خون هستن، یا مشکلات عامل جنتیک هست، یا سیگارت بیش از حد استفاده میکنن. چرا قبلا مشکلات داشته؟ سیگارت هم یکی از دلایل زمینه‌ای در نسیسی ها میباشن، یا تنباکو، یا امثالش، کسایی که مشکلات دارن یا را بیشتر تهدید کننده میباشن. که و اینجا باز دکتر صاحب اوضای خود نامساعد جویل پیشنهاد میکنه که یا بیشتر فاکتورهای خارجی هسته که هایدرومیترولوژی هسته، کنه مشکلات بالای قلب بیشتر وارد میشه، فشار اتمسفیر هسته، در هوای نامناسب وند، حرارت هوای محیط، سرعت باد، در مجموع یارد گفته در نزد زیاد دچار مشکلزا بوده و در ضمنش میتونن که یکی از دلایل باعث فوت، یعنی در مجموع دکتر صاحب باز هم موضوع سر از این میه که ما یار اگر قرار سرش بس میکنیم موضوع دیست که یا باعث فوت یک شخص میتونه شد ولی یار تبدیلی میتونه به صورت منظم که تحقیب کنه و تحقیق کنه و به مقامات قضایی و عدلی یار پیشنهاد کنه. قضایی و عدلی دیگه معاینات خود تبدیلی اجساد نوزاد است که بنابر عوامل مختلف میتونه باعث فوت شد، میتونن که به خاطر گاهگاهی به خاطر میراث همسرش طفلک چی کنن به قتل برسانن، یا مثلا از پدردگی بوده که حمل گرفته او را میخواین سخت کنن، یا همسرش یا کلگیش، یا مثلا جنجالای در خانه صورت گرفته، یا شوهر امرای خانم جنجال کرده با لگت، یا همسرش دروی که در شکمش خورده باعث فوت شده، یا میشه خودت خانم افتاده باشه، همسرش این موضوعات میتونه. یا مثلا اینجا حمله نامشروع را میگه که خب سعی ما شما معلومات داریم دیگه، موضوعات میراث میتونه مطرح شوه که باید طفل از بین برده شوه. باز هم اینجا دکتر صاحب ما پیشنهاد کردن که قبل از روز هفتم از دکتر صاحب ما ایره چی میگم طفلای چی میگم زودرس میگم، یعنی قبل از روز هفتم فوت شده باشه زودرس میشه و بعد از 29 دیررس میگیم. دیگه اینجا سوالاته که مقامات خود کشف و تحقیق از ما پرسان میکنند، طفل نوزاد بودن شد باید یا ما ثابت بسازیم وقتی که یا به دنیا آمدن، یعنی یا سالم یعنی به دنیا آمدن بعدش به قتل رسیدن، یا ایست که وقتی که به دنیا آمدن فوت شده بودن، در این زمان حیات داخل رحمی است زمان خارجی شد، میشه که این طفل سقط شده باشه که آیا به پختگی 37 هفته یا 38 هفته را پوره کرده و علت مرگش چی بوده، آیا در داخل بطن فوت شده یا در بیرون فوت شده، ضربه خورده فوت شده یا امثالش، که یا بیشتر و موضوعات بیشتر ما برتان ارائه کردم. دیگه تثبیت نوزاد بودن خود طفل است که چطور ما میتونیم اینجا متخصصان اولادی به خاطر تثبیت از یا میگه ختم شبانه روز اول پیشنهاد کردن که میتونیم مایره چی بگیم، گفته یک طفل نوزاد گفته متخصص تبدلی چی میگه الا افتیدن حبل سراوی اونم نابشه، ما طفل نوزاد میگیم. متخصصین اطفال بازی را گفته الا اونم بو یک ماهی اول زندگیش که سپری شوه برش طفل نوزاد گفته میشه. خب به اساس معاینات خود خارجی که یا تعیین میگردن معمولا نام حبل سراوی که در نسل سیا میباشه یا 50 تا 55 سانتی متر چی هستن، اما طولشان میاد یک تا 1.5 سانتی، خود زخامتشان هستن که دیگه دکتر سیبا تومور زایمان هستن که معمولا برای ازیا می باشه، انتشار مای سیروتیک و خون در انساج در اطراف ازیا. یا دکتر صاحب به خاطر در مجموعه را پیشنهاد میکنن که طفلک وقتی که به دنیا می آید یک از دلایل اساسی که نوزاد بوده این همی موضوعاتی هستن که همراهشان موجود می باشه که باسته بدلی ها را دیده بعدش تشخیص میکنه که بله طفل نوزاد بوده، یا ایست که یک ماه سرش سپری شده بعدش پاک شده، یا ایست که دفتن سخت شده، یا به خاطر مشروب بودن یا نامشروب بودن شیره بیرون انداختن. دیگه غیر از دکتر صاحب در نزد جمع مواد غایطه اولیه بر شما میگیم که سبز تاریک اینه بزن نسواری میباشن که خود اونم و صفرا و مخاط کرستالی ها در مجموع همگیش امرایشان بوده. دیگه در جلد ازیا چی است ترسان مکونی ها میباشن، یک الان دو روز بعد از زایمان در نزد ازیا میتونه باشه، گاه گاه میتونن که 3 الی 4 روز در بر بگیره بعد در نزد ازیا اینه میشیز بیایه مواد غایطه اولیه بر شما. دیگه شهم نوزادی است که یا یکی از دلایل اساسی میتونیم تثبیت کنیم که این طفلک نو به دنیا آمده که میتونه گفته رنگ خاکستری سفید رنگ به خود بگیره از باعث خود غدوات شهمی یا آثار خون گس برحم مادر امرش آمده، یا میتونه در نزد طفل موجود باشه یا اونم پلاسنتای که امرش است که امرا با اونم او میت یا فوت شده یا جسد گرفته میارنش به تبدلی. غیر از دکتر صاحب تعیین به میاد تولد شدن خود طفل یا پختگیشان اینجا پیشنهاد میکنن کنم 37 هفته را ما پیشنهاد میکنیم که 259 روز میشه
یا بین 28 تا 38 هفته قبل از میاد برش میگیم و از 28 پایین این شانس زنده بودنشان کم میشه. اگر وزنشان اونمو از 20 تا 500 گرم کمتر بشه قبل از اونمو به هفته 20 یا وزنشان از 500 کمتر باشه و را سقط برش پیشنهاد میکنه. دیگه تعیین زنده یا مرده بودن خود طفل است که مورد تولد شدنشان در نزد جا چیز آنم تنفس های منفعل یعنی کمتم. دیگه میار زنده بودن تولد شدن قبل از وقتشان میگه تنفس های ریوی خارج رحمی میشه یا داشته باشن داشته باشن که هوا در طرق تنفسیشان موجود میباشه، تست هایی که در نزد است یا وجود میباشه در خود تبدلی که تست شناس حواس جواز از می کاملا یاد اوجه کلش چک میشه. بعدش یه را ما میفهمیم که یا اگر طفل نوزاد بوده به دنیا آمده که یا زنده به دنیا آمده یا مرده که بعدشون هم از سر امی تستا و امی مانورایی که در نزدشون میباشه انجام میتن در تبدلی باز تشخیص میشه که طفل بده وقتی که به دنیا آمده تنفس داشته یا که قبلا فوت شده دم داخل رای تثبیت داخل رحمی را دکتر صاحب طول جنین یک جدول است اونجا به نام گاست کتاب هم پیشنهاد کرده که خودشان طولشان 25 تا 50 پیشنهاد کرده و کمتر از 25 یک 5 سانتی متر دیگه جذر مربیش هم میگیریم کاملا همه گنسی باز برملا میشه که اینجا دکتر صاحب نظر و طولش و مای قمری اینیا رو بر ما از کل جذر مربع گرفتن که در سال پیشتر هم گفتم اینجا جذر مربیش گرفتن هر کدامش پیشنهاد کردی در چپتر تان هم در کتاب تان هست بقدر بینی هر ما را نظر بارم جزر مربی که گرفته کاملا مشخص شده باز در چه کتاب است یک با شما هم مرور کنیم اما زمان تعیین شدن یا زمان سند دقیق طفل بر ما پیشنهاد میکنند. خب تعیین زمان حیات خارج رحمی را باز پیشنهاد میکنند کنم علایم وصفی که در نزدشان مجسای را که میبینیم اونم حلقه دیمارکیشن هبرس روی در نزدشان است که 6 تا 12 سانتی متر ببخشید 6 الى 12 روز اخیر دن ازشان می باشه بقای حبل سروی را گفته 2 الى 3 روز خشک شده است که 5 تا 7 روز در بر می گیرین جدا شدن از ایو اگر ایا زنده به دنیا بده باشن چندین دقیقه در خود می دیشن تا هوا موجود می باشه اما رقه و غلیزیشان موجود می باشه اگر چندین ساعت باشه بیشتر از 3 ساعت که باشه باز پیشنهاد می کنن که در می دیشان است و غیر از وگه الا 6 ساعت باشه در امای رقه الا 12 ساعت در امای غلیزه ختم شبانه روز دوم باز مکونیا میتونه باشه اگر ضعیف هم به دنیا بیان دکتر سه بونه مکونیا نمو مواد غایتیشان میتونه تا روز سیم هم دوام کنه. دیگه دکتر سه تثبیت قابلیت حیات نوزاد دکتر سه باز خارج از عضویت مادر گفته هم سوی تشکل داشته باشن در تبدلی را کمتر از 8 در رحم مادر و 1500 گرام محیط رس شانه پیشنهاد کرده که 28 سانتی باشه پلاس تاشان 400 گرام باشه. یک تثبیت حیات بودن شانه پیشنهاد میکن نظر به یک طفل به دنیا میان دکتر سه. خب تثبیت از این علت مرگ شانه دکتر سه باز پیشنهاد میکنن که میتونن که یا زنده به دنیا آمده باشن بعدش فوت شدن طبیعی و غیر طبیعی بودنشان است. علت مرگشان چی بوده یا میتونن که قبل از وقت به دنیا آمده باشن تصویت شکلات ولادی میشه داشته باشن باعث فوت شده باشه یا ضربات که خوردن یا کم بوده خود اکسیژن است یا انتانات است میشه مشکلات خون داشته باشن یا امثالش یا در مجموع همگیش چیک میشه. یعنی سوالاتی است که باید ما کاملا در مقابل از پاسخگو در تبدلی باشه و اتفاقه زمانی که ما بر ما مقامات عدلی و قضایی میفرسته در مجموع همه گزیا چک میشه بعدش بر از او دوباره فرستاده میشه. خب در تکنیکاش دکتر سیبا که چطور ما میتونیم اون جسد از جایی که تکنیکایی که ما بتونیم معاینات کنیم یافت شدن جسد در کجا است معلومات صحی صحت بودن خود مادرشان است یا زایمانشان میتونه باشه اشیایی که امروی از یاورده میشه در قسمت هایی که بیافتادن اوتوپسی هم میتونیم که ما در نسس یا انجام داده شده که بر ما پیشنهادش میکنن معاینات خود هم جوره طفل یا پلاسنتا میتونیم باشیم علائم نوزادیش را هم ما میتونیم که درست ببینیم و اونم خود جوره طفل کسته مقدارش 22 سانتی متر زخم ببخشین اما 22 سانتی متر طولش است زخامتش هم 1.5 سانتی متر پیشنهاد میکنن. سلامت باشین دکتر صاحب چون یکی از مضمونای دلچسپی است بازم اگر سوال انتقاد پیشنهاد بود حتما من در خدمت هستم. سلامت باشین خدا نگهدار همه امید است که چیزی گرفته باشین. این در مجموع اگر خلاص کنیم دکتر صاحب وقت زمانی که مرگ هایی که بتی محول میشه باید دقیق ما بفهمیم که دلیل مرگ از چی بوده
یک شخص جور تیار میفته میمونه، ولی اگر در خانه کسی فوت شد ما اگر شک داشته باشیم انتقالش میتیم به تبدلی برشت بدلی تثبیت میکنه که دلیل مرگش چی بود. اگر امراض داشته باشه ما معلومات داشته باشیم یا حتی معلومات نداشته باشیم درباره امراض ازی باعث فوت شده باشه، برشت تبدلی تشخیص میکنه که دلیل فوت از چی بوده، که قصدن به قتل رسید یا نیست که غیر جبری بوده.